داشتیم صحبت میکردیم، مسعود یه چند دقیقه وقت به اضافه میخواد، میخواد خداحافظی کنه. با مادر زنش بود، من بودم با خانومه. من نمیتونم صحبت کنم، من دقیقه گفت من خداحافظی کنم با خانوادم. مادر زنم از رشت آمده، مادرم از تهران آمده، میخوام خداحافظی کنم. این سرباز آمد هی گفت زود باش زود باش، فقط با دست یک کمی سربازه هل داد، گفت بذار من خداحافظی کنم. سربازه یقش گرفته سرش میکوبه به دیوار، میکوبه به دیوار. بچه منو پس کرده زمین با لغت، بمزن. من از اون سرباز شکایتی ندارم، از این شکایت دارم چرا اون سرباز اجازه داشته باشه که یه زندانی رو بزنه؟ بچی باید بزنه زندانی؟ خب جار میشه، زندانی شده رو میکشه دیگه، کسی حق نداره که نه شرعن نه قانونن بچه من رو بزنه. خانم باستانی، شما مسعود بعد از این اتفاق بازم دیدید یا باش تماس داشتید؟ میدونید حالش چطور هستش؟ آره دیدمش، خودشون بردن، من دیدمش، ولی گفت دارن من برم بیمارستان، من استفراغ کردم، مامان قش کردم، افتادم تو پلاخ. ولی بعد از اون دیگه جوابی به من الان ندادن که این بچه رو بردن دکتر، حالش خوبه بده. من نمیدونم امشب تا صبح چجوری میخوام بخوابم، نمیدونم. قرار بوده که به شما خبر بدن خانم باستانی؟ آره گفتم خبر میدیم بهتون، اگه بردیم سی تی اسکن کردیم سرش شد بردیمش بیمارستان بهتون خبر میدیم، ولی تا الان کیش خبری به من ندادن. خانم باستانی، شما به صورت دوره‌ای میتونید مسعود رو ببینید؟ ملاقات دو هفته یه دفعه ملاقات به ما میدن، یه هفته زنونه است یه هفته مردونه است، دو هفته یه دفعه ملاقات رو میدن، ولی این بچه من دو ساله الان یک ذره مرقضی بهش ندادن، نه یه ملاقات حضوری بود نه اونا قطع کردن، یه تلفن بود اونا قطع کردن. حالا اینا جهنم دیگه، چرا بچه منو میزنن؟ برای چی میزنن؟ همین، من از این خیلی ناراحتم که بچه منو جلوی مادر برداشتن، بچه‌ش رو زدن. خدایش کافر این کارو نمی‌کنه. این اصلا ما به اسلامش هم کار نداریم، ما جون سرمون فدای اسلام فدای دینمون میکنیم، ولی الله انسانیت هم درست نیست. یه انسانو بگیری جلو کسی بزنی. چیزی از سیاست سر در نمیارم بخوام بگم، من فقط اینی که دارم میبینم امروز جیگر من اینا پاره پاره کردن، همین میسپرمشون به خدا، فقط همین. همین بمیره من چیکار کنم؟ کی جواب میده؟ کی مسئولیت میپذیره؟ اون سرباز بدبختم یه جوونیه، اینا باید خودش درست کنه. من تمام از دادستان شکایت دارم، از دادستان که این زندانیا رو اینجوری میبره اونجا اینجوری میکنه. اون میگه این زندانی منم. خب اگه زندانی تو هم بگیرشون اوین زیر نظر خودت باشه، چرا میفرستی اونجا که یه سرباز بدبختم حالا بگیرن توبیخش هم بکنن زندانش هم بکنن؟ خب گناه داره، اونم حتما مأمور و معذور. این درسته؟ من از این خیلی ناراحتم، من نمیدونم صدام باید به کی برسونم. چرا بچه منو جلوی من اونجوری میزنه؟ حالا افتاده با پا داره میکنه سرش. همه اون خانومایی که اونجا بودن، خود اون زندانی ها، رئیس زندان، همه شاهد بودن، همه دیدن. چیزی نیست که من بخوام دروغ یا حرفی بزنم. خانم باستانی، که هیچ کدوم از مسئولان زندان دوربین دارن، هیچ کدوم از مسئولان زندان جلوی اون هیچ کدوم از مسئولان زندان جلوی اون سربازی رو که ضرب و شتم می‌کردن رو نگرفتن، جلوگیری نکردن از این اتفاق؟ چرا که بعدش که تموم شد کدک زدن، آره آمدن بردنش، گرفتن جلوشون، نه اینکه نگرفتن. ولی من اصلا خدا شاهد من دیگه نفهمیدم چی شد. من صدا به اونجا اصلا رفت، من دیگه ندیدم چی شد، من اصلا چشمم هیچی رو ندید خدا شاهد، فقط دیدم بچه‌مو زدن انداختن با پا کوفتن تو سرش، انقدر سرش گرفته بود افتاده بود رو زمین. خانم باستانی، بعدش که مسعود دیدید فقط رنگ پریده بود یا مثلا روی صورتش آثاری از زخم و اینها هم بودش؟ نبود، فقط زخم سرش میشه که ضربه خورده بود، دستش به سرش بود و رنگ نداشت. به دوش گفت مامان بالا آوردم، بعدم برده گفت دارن میبرنم بیمارستان. همین.